سلام به همه دوستان. توی این ویدیو قصدیم در مورد تحلیل سازه ها بخش ارزش صفر نیرویی صحبت کنیم و اینکه خب این قسمت هم توی آزمون دادگستری سوال میاد، هم توی نظام مهندسی ممکن سوال بیاد، آزمون محاسبات توی خود آزمون تحلیل سازه ها و یه قسمتی هست که زیاد ازش سوال میاد و توی قسمت های دیگه سوال های دیگه استفاده میشه. ببینید، یکی از شرایط عضوهای صفر نیروی توی خرپاها اینه که قسمت الفش دو تا عضو غیر هم راستا باشه، نیروی خارجی و یا عکس العمل تکیه گاهی مثل این قسمت وجود نداشته باشه، هر دو عضو صفر نیروی هستش. پس سه تا قسمت، یکی هرگاه در گره دو عضو غیر هم راستا وجود داشته باشه به آن گره نیروی خارجی و یا عکس العمل تکیه گاهی اعمال نشود، هر دو عضو صفر نیروی خواهد بود. الان عضو AB و AD هم راستا نیستن، به این گره A نیروی وارد نشده، به گره A کلا دو تا عضو داره، سه تایی نیست. پس AB و AD نیروشون صفره. پس این میشه حالت اول. پس سه تا شرطشو در نظر، این سه تا قسمتشو در نظر داشته باشه، غیر هم راستا، دو تا کلا بهش وصل باشه و این تکیه گاه و یا نیروی خارجی بهش اعمال نشه. اینی که دو تا عضو بهش کلا وصل باشه نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم. اما هرگاه سه تا عضو به یه گره وصل شده باشه، مثل این گره C و دو تا عضو هم راستا باشن، عضو سوم صفر نیرویه. پس شرطش این شد که به گره سه تا عضو وصل باشه، دو تا عضو از اون سه تا عضو هم راستا باشن، تو یک راستا باشن، عضو سوم نیروش صفره. الان AC و CE هم راستان، پس BC میشه صفر. الان اینور IK و KL هم راستان، پس این JK میشه صفر. حالا که این صفر شد انگار نیستش، این HJ و JL دوباره هم راستان، نیروی وارد نشده و این IJ میشه صفر. به این گره جی الان 4 تاست، ولی این وقتی حذف بشه انگار 3 تا وصله. پس هرگاه در گره 3 عضو وجود داشته باشد که دو عضو هم راستا باشن، در صورتی که نیروی خارجی روی گره مذکور نباشد، یعنی این گره جی یا این گره سی، عضو سوم صفر نیرویی خواهد بود. پس این شرط این هم در نظر داشته باشید. الان یک خرپایی هست که خب عضواش اگه بخوایم تشخیص بدیم، ببینید عضو صفر نیرویشو، الان این دی دو تا عضو هم راستا، پس این صفر میشه، انگار نیستش. دوباره این BC و AB هم راستا، نیروی به این گره وارد نمیشه، این هم صفره. وقتی این صفر شه، این دوباره این دو تا هم راستا، انگار این هم صفره. وقتی این گره نباشه، این گره و این هم راستان، دوباره این صفره. و وقتی همه اینها صفر باشن، این و این هم راستان، این هم میشه صفر. پس اینجوری تشخیص میدید اعضای صفر نیرویشو. یا توی این قسمت الان دوباره این قسمت و این قسمت هم راستان، این صفر میشه. وقتی این صفر انگار نیست، این دوتا هم راستان، این صفر میشه. این دوتا هم به همین شکل صفر میشن و این وقتی اینها انگار هیچ کدوم نیستن، این هم صفر میشه. یا الان این و این هم راستان، این صفر میشه. این و این هم راستان، این صفر میشه. دوباره این و این هم راستان، اینم صفر میشه. پس به این صورت میتونید اعضای صفر نیرویی رو تعیین کنید. این میشه کلیت اعضای صفر نیرویی که حالا میتونید اون شرط هاش رو بنویسید که به خاطر داشته باشید و تمرین کنید و مثال های بیشتری حل کنید تا دستتون بیاد که اعضای صفر نیرویی به چه شکل پیدا میشن، که خب تو محاسباتتون خیلی تاثیر داره و خیلی حجم کار رو کم میکنه. خیلی ممنون توجهتون، حتما کانال ما رو دنبال کنید و با ما همراه باشید.